با درود به تمام یاران گلم، من در این قسمت 10 نکته جالب درباره جایزه سینمایی اسکار رو براتون شرح میدم. امیدوارم بپسندید. شماره 10. با اینکه هنوز مخالفت‌هایی درباره ریشه‌های اسم اسکار وجود داره، ولی آکادمی اسکار این نام رو به صورت رسمی در سال 1939 انتخاب کرده. شماره 9. مارلون براندو و رابرت دنیرو تنها بازیگرایی هستن که برای بازی در نقش یک شخصیت اسکار بردن. مارلون براندو برای نقش ویتو کورلیون در فیلم پدرخوانده 1 و رابرت دنیرو در نقش همان شخصیت در فیلم پدرخوانده 2. شماره 8. در نظر خیلی ها فیلم همشهری کین یا سیتیزن کین یکی از بهترین فیلمایی که تا به حال ساخته شده، ولی این فیلم فقط یک اسکار گرفت و اون هم برای بهترین فیلمنامه اقتباسی بود. شماره 7. فیلم مهلکه ی هرت لاکر کم فروشترین فیلم حاضر در اسکار بوده، ولی تونست جایزه بهترین فیلم رو دریافت کنه، در صورتی که فقط 14 میلیون و 700 هزار دلار فروش گیشه در هنگام اهدای جوایز اسکار داشته. شماره 6. شرلی تمپلر جوانترین کسیه که تا به حال موفق به دریافت جایزه اسکار در سن 6 سالگی شده. البته جایزه او افتخاری بود. شماره 5. والت دیزنی دارای بیشترین رکورد تعداد نامزدی جوایز اسکاره. او 59 بار نامزد دریافت اسکار شده و موفق شده 22 بار برنده باشه و 4 اسکار افتخاری هم دریافت کرده است. شماره 4. طولانی ترین مراسم اسکار در سال 2002 اتفاق افتاده که 4 ساعت و 23 دقیقه طول کشیده است. شماره 3. آنتونی هاپکینز تنها بازیگریه که به خاطر کمترین دقایق حضور در یک فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر در فیلم سکوت بره‌ها شده است، در صورتی که در این فیلم فقط 15 دقیقه جلوی دوربین بوده. شماره 2. بیشترین نامزدی بازیگر مرد در اسکار متعلق به جک نیکلسون با 12 بار نامزدی و بیشترین نامزدی یک بازیگر زن هم مریل استریپ با 20 بار نامزدی. شماره 1. اولین نفری که بعد از مرگش جایزه اسکار دریافت کرد پیتر فینچ بود که در سال 1977 این جایزه رو به دست آورد. و دومین نفر هیت لجر بازیگر نقش جوکر در فیلم دارک نایت بود که اسکار رو بعد از مرگ دریافت کرد. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد، جالب بود، حتما کامنت بدین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگرم درخواستی برای ویدیوهای آینده دارین برامون کامنت بذارین و ما سعی میکنیم براتون درست کنیم.